إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، برادران محترم، موضوع خطبه امروز ما و شما کریسمس است. کریسمس یکی از اعیاد یا عیدهای نصرانی ها می باشه و فعلا در جهان امروزی عیدهای زیادی از طرف غیر مسلمان ها اساس گذاری شده که غالبا این روزهای رخصتی، مثلا در زبان انگلیسی وقتی که هالیدی میگن و بسیاری وقتا معلمای انگلیسی را به نام رخصتی ترجمه میکنن، ترجمهشان درست نیست، چون کلمه هالی هولی مقدس میگن و هولیدی دی روزه میگن، هولی دی یعنی روز مقدس. پس در هر دین و در هر عقیده روزهای مقدسی است که او روزهای مقدس تعلق میگیره به اعتقادات از اونا. بر از اونا یک چیز مقدس است به خاطر از اینکه در عقیدهشان اونا پیششان قدسیت داره. و مشکل اساسی مسلمان ها در چی است که ما مسلمان ها با وجود از این که با غیر مسلمان هایی که حربی نباشند، آیات قرآن آمده که لا ینهاکم الله عن الذین لم یخرجوکم من دیارکم، آیت شریف است که کسایی که شما را از سرزمین هایتان نکشیدن و که شما دشمنی ندارن و غیر مسلمان هستند، چون در زیر سایه خلافت اسلامی مسلمان ها، غیر مسلمان ها هم زندگی میکردن با مسلمان ها، ولی منظور ای است که اگر امرای از اونا بسیاری اوقات انسان امرایشان معامله میکنه یا خرید فروش و تجارت و گپا میکنه، ولی اصل گپ در اینجا هست که آنچه مربوط دینشان میشه در دینشان انسان مسلمان ها رضایت نشان داده نمیتونه. خب امرای یک کس معامله میکنن، مثلا ما و شما امرای یک سک یا یک هندو از پیش سودا می خریم و اگر همسایه ما باشه و حق همسایگی از رو ادا می کنیم، اما به شرط که ما به عقیده از او، به عبادت از او باید اظهار رضایت نکنیم، چرا که علمای اسلام میگن که الرضا بالکفر کفر. و همچنان در مسائل، در چیزهایی که مربوط به عقیده میشه، خرید و فروش از این، مثل یک مسلمان حق نداره که بت سازی بکنه و بازو بتی که عبادت میکنه او را کافرا باز او بوته به فروش برسانه، و یا درخت کریسمس است و یا چیزهای دیگه است که امروز بحث ما سر از این مسئله کریسمس است که متاسفانه امروز بسیاری از مسلمان ها در بازارهای گل فروشی و اینجا درخت کریسمس می سازن و برای غیر مسلمان هایی را می فروشن و بسیاری وقتها در تبریکی گفتن و اینی گپای از یا چی حکم است، در اینجا باید ما و شما بفهمیم. اول حدیث صحیحه که در مشکات المصابیح هست، از ابو داود گرفته هست، امام ابو داود در سنن ابو داود روایت میکنه و شیخ ناصرالدین البانی در مشکات المصابیح ایرا گفته حدیث صحیح است و در مشکات المصابیح حدیث 1439 هست، چون در مشکات المصابیح که است احادیث صحیح هم وجود داره و احادیث ضعیف هم وجود داره و یاره تخریج کرده شیخ ناصرالدین البانی. این حدیث، حدیث صحیح است. عن انس، انس رضی الله تعالی عنه میگه که قدم النبی صلی الله علیه و سلم المدینه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره تشریف آوردن و لهما و لهم و مردم مدینه یومان یلعبون فیهما، دو روزی داشتن که اونا در او ساتیری میکردن، چون روز عید انسان لباس جدید میپوشه، خانه دوستای خود میره، مثلا غذا تهیه میکنه، خوشی میکنه، لعب ساتیری میکنه. دیگه گفت
ما حاضر میگن رسول فقال میگن رسول هم گفت که ما حاضان یومان رسول هم پرسانشان کرد که دو روز چی هست که شما ایره میکنین؟ قالو کننا نلعبو فیهما فی الجاهلیه، گفت ای در کلتور ما یا در فرهنگ ما، اکثر نمی فرهنگ است یا فرهنگ است عصر جاهلیت بسیاریش باقی میمانده باشه، اکثر رواجای ما و شما که میگه ای دود افغانی است، مثلا قانون پختو و داد پختانه قانون دی، در پختانه قانون چه دی؟ داد جاهلیت در عصر قانون ده، زکش مثلا ده قصاص بزای بد ده، ده بد ورکول داد چه قانون ده؟ داد جاهلیت، اما اگه پخوانه الاسلام نمخی بعضی قوانین بین دری زبان ها هست در از عصر جاهلیت مانده، بعضی از عادات هست که از مجوسی ها که پدرهای ما و شما اصلا آتش پرست بودن، این بت بامیانی که در افغانستان از خیلی پدر کلان های ما و شما جور کردن، پس عادات هایی که از او وقت مانده دیگه نمیشه کل از رو بگویم به نام کلتور و عنعنات، کلش هست آن چیزی که مربوط به دین میشه، آن چیزی که مربوط به جاهلیت میشه، رسول الله صلی الله علیه وسلم اونا را تغییر دادن. پس قالو کننا نلعب فیهما فی الجاهلیه، گفتن این دوید ما بود که ما ساتیری میکردیم در جاهلیت. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، و این بسیاری از ملا صاحبا، مولوی صاحبا، علما، شیخ الحدیثا، کسای مفتی صاحبایی که فتوا میتن، یا باید عقیده داشته باشن که رسول الله صلی الله علیه وسلم فصیح ترین انسان ها در عرب بود. از رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده که از فصیح‌تر و الفاظی که رسول الله صلی الله علیه و سلم استعمال می‌کردند که مفاهیم وحی خفی که برازی می‌آمد، رسول الله صلی الله علیه و سلم با الفاظ بسیار دقیق او را استعمال کرد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفت که خیر است این دو روز هم شما ساتیری کنین، باز ما بر شما دوید دگان بادیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که قد عبدلکم الله بهما خیرا منهما، الله تبدیل کرده به عوض از ایدها دو عید دیگه الله بر شما تبدیل. موضوع تبدیل چی است؟ مثلا وقتی که من برای خودت میگم که اینی موبایل از مسی، موبایل از سوس، موبایل مرکت، موبایل خود تبدیل میکنی، تو میگه آه تبدیل میکنم، من چی میگم؟ خیردوگک شد عجیب خود میمانم. حالا بعضی مفتی صاحبا همین قسم بگن که عبدالکما مارای عزیز که او دیدان میگیریم ایران میگیریم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که عبدلکما مانایش چی است؟ که الله تبدیل کرده، یعنی او دو عید اوسو شد، او را اوسو کنین، ایوازش الله تبدیل کرده چی؟ دو عید دیگه را تبدیل کرده، خیر من هما یوم الاضحى و یوم الفطر. پس قبلا میگه عیدهایی بود که عیدهای عصر جاهلیت بود، ای که نامش نوروز بود، ای که نامش مهرجان بود، بعض مفسرین میگه ای بود، یا هر عید دیگه که عیدش بغیر از عید اضحا و عید فطر بود از عصر جاهلیت، اونا را الله گفت که عوضشان الله تبدیل کرده، اینمی دو عید است. پس مسلمان ها دو عید دارن، خلاص دیگه عید نیست. ایناله ای که بنام عید کریسمس میایه و عیدهای دیگه که اینجا میایه، ای عیدها عیدهای مسلمان ها نیست، ای هولیده روز مقدس که میگه ای it is not holiday for Muslims، این باید برش بگویم که این روز مقدس برای تو است، این روز مقدس برای ما مسلمانان نیست. برای ما کدام روز مقدس است؟ هولیدی ما هست، عید فطر است. برای ما کدام روز؟ به خاطر که ما در عید فطر یک ماه مکمل روزه میگیریم، در ختم از او وقتی که عید میکنیم، این عید برای ما مقدس است. در عید اضحا که است ما مسلمان ها قربانی میکنیم، ما مسلمان ها به حج میریم، یکی از ارکان اسلام استعمال مثلا تطبیق میکنیم، پس او روز مقدس است برای ما، روز عرفه برای ما مقدس است، روز عید اضحا برای ما مقدس است، روز جمعه که ما و شما اینی خطبه جمعه است و نماز جمعه را میخوانیم، اینی روز مقدس است برای ما. اما این روزهای از اینا را ما دیگر روزهای از اینا برای ما مقدس نیست، از این خاطر شده است. خب از این خاطر علمای اسلام مثلا علامه ابن القیم رحمه الله در کتاب احکام الذمه در جلد اول صفحه 205 میگه و اما التهنئه بشعائر الكفر المختصه به فحرام بالاتفاق، یعنی اگر این روز کس مبارکی میته برای غیر مسلمان ها روز مقدسشان مبارکی میده که مبارک باشه، اول کلمه مبارک میفهمین؟ یعنی اللهی را با برکت بگردانه، او بتای خودم اونجا پیش میکنه، تو میگم این بت تا الله برکت بده، کلمه کفر شد و رضا بالکفر کفرن. از این خاطر میگه که مبارکی دادن
بر غیر مسلمان ها در شعائر کفر که این روز کریسمس هم یکی از شعائر کفری از اونا هست و این سرش میگیم که چرا شعائر کفری است، مثل ان یهنئهم به اعیادهم و صومهم، مثل که برش تبریکی به تبعید هایشان یا بر روزه هایی که اونا میگیرن، فیقول عید مبارک علیک او تهنع به هذا العید و نحوی، فهذا ان سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، اگر اینمی چیز از و هو به منزلت ان یهنئه بسجوده للصلیب، میگه چرا این حرام است، میگه مثل که یک نفر عیدش مثل همیست یک نفر سجده میکنه بر بت بر صلیب به مو مجسمه و تو برش میگه که مبارک باشه، گفتم میتونی پس او دینمی روز چه عقیده داره، چی رو تجلیل میکنن، خونمو عقیده که ضد عقیده ما و تو است، ما و تو میگم که عیسی علیه السلام الله میگه و ما قتلوه و ما صلبوه، او را قتل نکردن صلیب نکردن، متوجه هستین؟ بل رفعه الله، ما و تو عقیده داریم که الله او را با آسمان بلند کرده و در آخر زمان دوباره حضرت عیسی مسیح میآید و بالاخره صلیب به دست خود میشکنه و بر مردم ثابت میکنه، موضوعی تو عقیده ما و تو است. او به ضد عقیده ما و تو میگه که نیست، عید کریسمس است، عید هست، عید صلیبی ها هست، اینا عقیده دارن که عیسی مسیح که است، اونجا باز شراب میمانن، میگه این خون عیسی مسیح است، اونجا یک توتا دان میرن، میگه این گوشت عیسی مسیح است، یعنی ایده که تو بخوری این گوشت عیسی مسیح است، این خون خون عیسی مسیح است، این واین شراب و اینا میره و اینجا توضیح میکنن و به این عقیده است که عیسی مسیح علیه سلام کشته شده در صلیب آویزان شده، اینی قسمت است. پس وقتی که میری بر ازم یک مبارک باشه، اینه می تو در حقیقت امو عقیده از رو چی کردی؟ تایید کردی. خب دیگه یک عالم دیگه میگه که یعصم الانسان و اضافه على شیئا مما ذکر بغیر قصد، اگر میگه این چیزا را بدون قصد کرده باشه این گناهگار میشه، و انما فعله اما مجاملتا او حیاءا او احراجا او غیر ذلك، و هل یجوز التشبه بهم، وقتی که از پیش مفتیای اسلام پرسان کردن که یک نفر به خاطر حیا یا به خاطر سرش فشار است یا به خاطر میخواد که تو مجامله بکنه به امرای از اونا دیگه چی هست، گفت این چطور است، فعجاب، پس این علامه ابن عثیمین که یکی از مفتیها بودن، اینا میگه چی است، تهنئت الکفار بعید الکریسمس او غیره من اعیادهم الدینیه حرام بالاتفاق، با اتفاق علماء اسلام چی است؟ یه حرام است. کما نقل ذلك ابن القیم رحمه الله. خب دیگه چی؟ دیگه اینال ای علماء وقتی که دست دارد میگن، وقتی که میگه چی است؟ خب چرا میگه ای حرام است و چرا ناروا هست؟ میگه به خاطر ازی که ای در حقیقت لأن فیها اقرار لما هم علیه من شعائر الكفر. به خاطر چی حرام است؟ به خاطر ازی که ای اقرار است با اونا به چی؟ به شعائر کفریشان، ورضا به لهم و رضایت خدا بر از اونا نشان میده. وقتی که برای یک هندو او بت خدا بت پرستی را مجلس داره، تو برش میگه مبارک باشه این روز بت پرستیت، مبارک باشه این قتل عیسی مسیحی که تو عقیده داری، مبارک باشه این فلانی تو، مبارک باشه این فلانی ازه، اینال اونو اعتقاداتی که اینا دارن، اونا عقیده دارن که در این روز کریسمس بچه خدا تولد شده. گفت دقیقه فهمیده؟ اصل گفت در کجا هست؟ روز کریسمس، یعنی اونا میگن که در این روز کی تولد شده؟ بچه خدا تولد شده، سن آف گاد تولد شده میگن. پس این حال وقتی که تو برزو میگی مبارک چی مانا؟ یعنی مبارک ولادت بچه خدا. و اینجا گفت چیست؟ و بسیاری کساس اینی عمق گفت نمیفهمن، نام خدا مفتی میمانه، مفت گفت زده میره، مفت باید کم نزنه کسی، حد اقل عقیدی خدا بفهمه که اینمی چی مانا میده. آیا او نصرانی که میکنه، آیا او تجلیل میکنه امروز از ولادت عیسی مسیحی که پیغمبر است؟ برو پرسانش کن، حد اقل سادش کن، بگو برادر امی روز کی تولد شده؟ میگه عیسی مسیح. بگو کیست عیسی مسیح؟ جیسوس کرایست. میگه سن آف گاد، بچه خدا هست. خب او میگه من تجلیل میکنم تولد بچه خدا را، و تو میگی مبارک باشه، من سجده میکنم برای عیسی مسیح، خدای مثل عیاذ بالله عیسی مسیح، در کدام کلیسا شما نام الله را دیدین؟
در کدام کلیسا نام الله نوشته است؟ در هر کلیسایی که شما امروز برین، اینترنت است، نوشته کنین چرچ و نوشته کنین، در هر کلیسا داخلش نشان میده که اون مجسمه کی است؟ مجسمه عیسی مسیح است و مجسمه دروغین است و اون مجسمه است که در صلیب آویزان شده و وقتی کسی بهش پرسان که بگی نمی کی است، میگه این بچه خدا هست. آل جناب مفتی صاحب میخیزه فتوا میده که اینه میره تو به خیچی کو تبریکی بده، پروا نداره. چرا پروا نداره؟ به خاطر پروا داره، فهمید؟ یعنی لکن یحرم علی المسلم ان یرضا بشعائر الکفر. بله، مسلمان حرام است که به شعائر کفر چی باشه؟ راضی باشه. الرضا بالکفر کفران، رضایت به کفر چی است؟ کفر است. اینم از مفتی های اسلام پرسان کو بگم این جمله چی مانه که الرضا بالکفر کفرون؟ وقتی که رضایت به کفر کفر است، آل ایمه خیزه درخت را جور میکنه که این مربوط میشه به کریسمس. کریسمس چی است؟ روز تولد بچه خدا، به عقیده از اونا. پس وقتی که تو روز تولد بچه خدا را برش تبریکی میتی یا بر از او درخت جور میکنی، آیا درست است؟ الله سبحانه وتعالی میگه که ان تکفرو، ای مردم اگر شما کافر شوین، فا ان الله غنی عنکم، الله غنی از شما، ولا یرضا لعباده الکفر، الله بر بنده های خود به کفرشان رضایت نداره. الله پیغمبر فرستاده، الله کتاب فرستاده، الله قرآن فرستاده، الله سنت فرستاده و در اینجا الله به این خاطر این دین فرستاده که برای بنده های خود رضایت کفر نداره و برشان گفتن که وقضا ربک و فیصلکت پروردگار تو الله تعبدو الا الله، که عبادت نکنین بغیر از الله. آل الله فیصله کرده که بغیر از الله کس دیگه را عبادت نکنین، اونا میخیزن یک شخص را، یک پیغمبر را عبادت میکنن، باز شما میخیزن بر از اونا چی میکنین؟ مخالف رضایت الله. و شما چی میکنین؟ بر از اون تبریکی میتین و بر از اون میگین که این گپ انت درسته. و اینجا پیش ما تقریبا چندین علما را فتاوایشون رو جمع کرده بودم، اینه خواندم، اینه یادداشت گرفته بودم. اینه می کلش در زمین بود که هر عالم واقعی که اونا از الله چی هسته چی میکنن، گفتن که خب این حال بعضی کسا مسلمان ها هست که این روز محفل میگیرن، در بعضی جای هست بعضی مسلمان ها مبارکی میتن، بعضی مسلمان ها هست که خودشان در این روز چی میکنن. و از یکی از علمایی که مفتی هستن از اینا هم پرسان کردن، گفتن که ما حکم احتفال به عید میلاد المسیح علیه السلام کما یفعل النصارى، الجواب میگه جواب چی است؟ که الله سبحانه و تعالی شرع للمسلمین ربهم الاحتفال باعیادهم بالصلاه والذکر والشکر واظهار نعمت الله علیه. پس ایره میگه گفته پس مسلمان ها چی دارن؟ عید هفتگی دارن که روز جمعه هست، عید فطر دارن، عید اضحا دارن، اما این چیزا که هست گفتن جایز نیست که ما این کار را باید بکنیم. چرا؟ به خاطر ازی که در این روز نه تبرک است، نه دعا کدام چیز خاص است و نه درست است، و آن عقیده که ما و عیسی مسیح علیه السلام داریم اونا این عقیده را ندارن. پس اونا عقیده خود تجلیل میکنن، امو نظریات خود میگن. و در قسمت بعضی کسایی که امروز در بازارهای کابل و در بازارهای دیگه امی درخت را به نام درخت کریسمس میگن و بابا نوبل میگن و چی میگن، اینجا هم پرسان شد که ما هو حکم تجارت به شجرت عید المسیح، حکم از این که کسی تجارت بکنند امی درختی که به نام درخت کریسمس است، و من یکونو بابا نوال هازن حل احتفال هم بهی لهو علاقتون به دین هم. گفت آیا اینی میشه؟ الحمدلله در فتوه میگه که الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه، اما بعد فإن احتفالات النصارى بأعيادهم الدينية ومنها عيد الميلاد من جملة شعائرهم الدينية، ای از جمله شعائر دینیشان هست، اونمو شعائر کفریشان هست، اونمو شعائر شرکیشان هست. فالمشارکت فیها مشارکت لهم فی شعائر دینهم، شریک شدن به امرای از اونا در دینشان شریک شدن است.
ولا ریب ان ذلک حرام و منکر عظیم. این حرام است و یک کار منکر بزرگ است. و کذا و همچنان یحرم و حرام است ان یبیع المسلم لهم شیئا یخص هذه المناسبه، که مسلمان ها چیزی را برشان بفروشه که مخصوص امین مناسبت می باشه، که شجرت عید میلاد مثل درخت اینمی چی میگن درخت کریسمس و و دهی قسمت. پس خب دیگه کسی سوال کرده، گفتم مثلا من مسلمان هستم، آیا اجازه هست که من در خانه خود امی درخت کریسمس بانم؟ یعنی مسلمان او بیچاره مفتی هم میگه که تشکر میکنیم از این کس که سوال میکنه، علی حرص حال امور دینها ولا یخف علیه ان شجرت الکریسمس، شجره درخت کریسمس که است، هی احد و شعارات اعیاد النصارا والتی هی رمز لاحتفالاتهم به اکبر اعیادهم دینیه. این میگه از یکی از شعائر دینشان است و یکی از عیدهای بزرگشان است. والتی لا یجوز مشارکتهم فیها باتفاق المسلمین و قد قال صلی الله علیه و سلم من تشبه بقوم فهو منهم، و گفت که کسایی که مشابهت خود با اینا میتن او هم از جمله از اونا محاسبه میشن. خلاصه تمام گپی است که انسان مسلمان ما و شما درست است، اگر یک بعضی کسا و دوستایی که مثلا درسای ما رو یا کلپای ما رو در اروپا و در امریکا هستن و در دیگه جایا هستن و میبینن، درست است آل وقت ما به نماز جمعه میایم، آیا یک نصرانی می بر ما مبارکی نماز جمعه را میته؟ ما برش اگر کس همسایی تام است بشه بگید بسیار ببخشی و این روز روز دعوت است، حتی میشه به ایوازی که تو مبارکی بیتی او را در دینش تشویق بکنی، همین روز دعوت است، برش میشینی برش میگه که والا همسایه محترم، همسایه گرانقدر، دیگه این روز که شما دارین روزتان برای خودتان هر چیزی که هست هست، ما به همراه شما همسایه هستیم یا زندگی میکنیم در اینجا، ولی اصل گفت سرزی است که ما مسلمان ها که هستیم عقیده ما عقیده توحید است، ما عقیده داریم که ببینین حتی در این روز چی است؟ دعوت است، برش دعوت میتی، برش میگی برای بسیار ببخشید من مسلمان هستم و عقیده ما عقیده توحید است و ما عقیده داریم که خالق ما ذات یگانه هست، ای آسمان ها و زمین و جهان رب العالمین خلق کرده و ما کتاب داریم به نام قرآن. چرا بسیاری که اساس یک نفر از 20 سال همسایه یک نصرانی هست برش یک دعوت دین نداده، برش دوستانه بفهمونه بگه تو همسایه من هستی امینجا هستی باش که من دین خدا بر تو کمک تشریح میکنم اجازه هست؟ اینه. پس ما میگیم که الله ذات یگانه هست و عیسی مسیح علیه السلام در کتاب ما گفته شده که پیغمبر است و بنده الله هست. اینا شما وقتی که عقیده دارین و میگین که بچه خدا هست و شما روز تولد بچه خدایتان چی میکنین؟ تجلیل میکنین. اینا ما من حیث مسلمان بر تو گفتن نمیتونم که کانگرال جولیشن، ما بر تو گفتن نمیتونم که مبارک، ما بر تو اینه گفتن نمیتونم. چرا؟ اگر بگویم در حقیقت من رضایت به چی کردم؟ به می گپ تو را تایید کردم، ما گپ تو را تایید کردن نمیتونم، بنان معذرت مرا بپذیر. اگر مریض بودی من پرسان مریض تو آمدم، اگر مشکل داشتی کدت یک پول کمک کردم، متوجه هستین؟ اگر مثلا کدام ضرورت داشتی از ما ضرورت داشتی در مسائل عادی یا دوکان داشتی آمدم از دوکانت سودا خریدم. اما ما متاسفانه در این روز من هم میتونم که عقیده تو را تبریکی بتم و یا عید تو را تبریکی بتم به خاطر از اینکه الرضا بالکفر کفر، رضایت به کفر چی میشه؟ سبب کفر میشه. از ما خفه نشو. وقتی که ما به نماز جمعه میریم شما می در نماز جمعه که تمام اشتراک میکنین میگن نه میکنیم، ما میریم به نماز جمعه شما اشتراک نمیکنیم، ما این ریش مانده کدام نصاری آمده مسلمان ها گفته که تو مسلمان ها ریش مانی به خاطر همسایه مسیح خفه نشی، اینه ما ریش خدا مانده میگی سعی کن گفته کدام تایش همی که قرآن ما را در نتر خانیشان آباد، شما خو قرآن هم در دادین، شما خو مثلا یک دفعه یک امریکایی آمده بود گفت ما بسیار متمدن هستیم، ما گفتم شما متمدن به خاطر از این نیستین، ما گفتم متمدن ما هستیم. اینه در افغانستان گفتم برو سعی کن در پیش شاید شمشیره، اینجا گفتم اینجا مسجد است، در اون مسجدی که مسجد بود روبروی از این مسجد درمسال است، مثل که مسجد دم طرف قبلش اینو دمی پیش شاید شمشیره مسجد نبوی میگن، روبروی مسجد سابق جوشیر میگفتن، در مسجد جوشیر بابا کلان ما اموجا اما خطیبش بود 30 سال 35 سال اموجا پدر کلان ما بود، اموجا اون دعا میامدن، ما هیچ که تو اون دعا قرض نداشتیم،
هیچ غرض نداشتیم. با صبحکی اون دو وقته که میامدن، حالا اون دو هم ضعیف شدن. سابقه بود بود یک گلاسک شیره میاردن، گرد گردم و کلی بگوان خود دور میدادن، بازم اون شیره میگرفتن، در بین جوی منداختن. در جوی که منداختن، بازی جوی از اونجا از پیش از اون منطقه شادشم شهر حرکت میکرد، اما تو میامدن بیس پارک زرنگار، ای کلیمه. دیگه تا این قسمت هایی که جوی بمیدی سفید میزد، باز مردم میره میفتن جوی شیر. چرا این همه قدر سفید میده از اونجا؟ مثلا 100 نفر پیش بگوان به یک گلاس شیر پارت خو کل همین جوی سفید میزد. این تا 8-9 بجه سیل میکرد که همین جوی همه تو سفید روان سیر جوی شیر میفتن. این حال پدر کلان های ما که بودن گفتیم این ما تعمیل نه بوتشان شکستان دیم نه داخل درمسال شدیم. شما چه قسم متمدن هستین که مسجد های ما را در عراق شما بمبارد کردین، مسجد های ما را در افغانستان شما بمبارد کردین، مسجد های ما را در سوریه شما بمبارد کردین، 130-140 مسجد تنها در شهر موصل بمبارد کردین، تکه تکه کردین. آیا قرآن شریف هایی که در اونجا بود قرآن نبود؟ آیا احادیث که در اونجا بود و احادیث نبود؟ در بسیاری در شهرهای دیگه که سوریه و عراق است که شما بمبارد کردین، این جنایت نیست، این تمدن است، این خود تمدن است، این کلش جنایت است و شما کارهای بسیار تروریستی کردین و حتی کشیش هایتان قرآن شریف میگیرن میگیره در میتن. چرا در میتن؟ باز یک کسی از آلمان برای ما گفت که برادر محترم شما خفه نشین، کشیش های بیچاره دیگه زور نداره، خب دیگه زور نداره، دلشان چی پیدا میشه؟ اونم یک قرآن شریف میبرن پت کرده در میتن، باز رو در فیسبوک خود میپرتن و تو نرام نیست که آدرس خدا بده که من در کجا هستم، در کدام جای فلانی هستم، فقط هم فیسبوک او رو با یک نام دیگه جور کرده او رو میپرتن. متوجه هستین؟ ما هفته ما تابال گرنگ کس را در سر دادیم، کتاب تورات یهودی ها را در ندادیم، مثلا بایبل نصرانی ها را در ندادیم. اون دو که کتما زندگی میکنن تابال ما هیچ اتروز نشده. برو ازم دروازوانش پرسان که بگو مسلمان ها یا کدام ملای مسلمان آمده کدام گپ چتی شما را گفته یا بگوان شما را پیشتان دو زده یا کتاب شما را در دادن. نه، این همجه زندگی میکنن نرمال، اون همجه هستن. امیال از ما کده گفتم اون دو لکستر زندگی میکنن. یک روز من مثلا رفتم برای فامیل خود یک 4 خوراک کباب میخواستم بگیرم، خوبم تو کتا کتا رفتم گفتم این سعی کنم چه خوب مرد هستم برای خانم خود در فامیل 4 خوراک کباب میبرم. دیدم یک گندو آمد گفت یک 20 خوراک کباب چیست؟ گفتم این سکه است از ما کده لکس هم است، اگه ما 4 خوراک کباب خانه میبریم این 20 خوراک میبرن. پس تمدن ایره میگه که ما امرای از اونا نرمال زندگی میکنیم و اون از ما کده دکانهاشان لکس است، خانهاشان لکس است، موترهای لکس لکس دارن، کالایشان هم لکس لکس میگردن و هیچ چیز نمیگه. ایشان هم از ریشه های ما کده کلانتر لکس است. مسلمان های ما را سعی که ریشه را چپ تراش میکنن و اون دو که است ریشه های خودم مانده کس وار است. حتی ظاهر خان و داود خان یا چی کده بودن وقتی که مسلمان به عسکری میرفت ریشه که ریشه رسول الله است بهشان اهمیت نداشت. حالا که میگه ریشه که ریشه رسول الله بود میفت کل کنین، مسلمان ها ریشه های خود کل، ریشی که به نام بگوان گذاشته میشد با سکه ها کت ریش بودن. سکه ها رسل میکرد وقت ظاهر خان و داود خان متوجه بودن عسکرای از ورسه میگه این ریش مسلمان بیچاره که میرفت باید ریش برود کلا کل نشه، تو فقط کدو رو جور کنه به این اندازه. یعنی به این اندازه حتی امور رهبرای ما به ریش رسول الله صلی الله علیه و سلام احترام نداشتن. قال میگن که اینا صاحب ظاهر شاه بود و داوود شاه بود و نجیب بود و فلانی بود در حکومت های کل از اینا. ما دیدیم که به ریش رسول الله صلی الله علیه و سلام ارزش نمیدادن و میگفت کل کنین، اما به ریش اون دو چی میکرد؟ سکه میگفت ریش تبان. به هر صورت اینی تمدن است که مادن. اما شما تمدنتان چی است که این کارا میکنید؟ پس اینمی روز در حقیقت روز دعوت است که مسلمان ها چی کنند بر از اونا بفهمانند که اینی عقیده ماست، ما عقیده ماست و ما مطابق عقیده خود ما نمیتونیم بر شما اینمی رو تایید بکنیم. دیگه شما ما ایدتان است، ما اید ما هست، خانه تان آباد، برین هر کاری را که میکنین شما خودتان میکنین، ولی بهترین فرصت است که مسلمان ها از استفاده کنند. اما کسایی که امروز بسیاری وقتا کلپ هایشان صاحب انداخته شده که ما درخت کریسمس حال خوب رواج داره و ما میخرم و بعضی کس ها احتفال میگیرن، از نگاه عقیده بسیار خطرناک است، از نگاه عقیده الرضا بالکفر کفر است، کفر است. و ای که تو برش اونمو وسیله کفری را برازو میفروشی به این معنا هست که تو به اونم کفریات ازو به مو عقیده ازو تو چی هستی تایید میکنی و این گپ بسیار خطرناک است. امیدوار هستم کسایی که مسلمان های حقیقی هستن و واقعا بسیاری کسا هستن، مهمم روزا مگ درس عقیده را دادم، گفتم متاسفانه و تو خاص شد که در می افغانستان یک دفعه ببینی که 90% مردم افغانستان در روز قیامت سعی کنی دستایشان گرفته کل شکت در قطار ابو جهل ساد کردن مشرک است. چرا؟ بسیار شرکیات است که نمیم روز امیال دمی افغانستان روزانه 100 نفر خود تنها فالبینا کافر میسازه.
شما برین سیل کنین در این مناطقایی که همین کسایی که فالبینی میکنن همی حتی اون دو فالبینی میکنن، شما سعی کنین روزانه 100-200 نفر پیشینه می فالبین شیشته، در حالی که در حدیث شریف ما پیشتر در درس عقیده خواندیم که اگر دو حدیث هست، یک حدیث میگه که اگر کسی پیش یک فالبینه که از غیب گذشته یا غیب آینده خبر میده و ادعای غیب میکنه، کسی پیش از این می عراف پیش می کاهن میره به مجرد شیشتن 40 شبانه روز نماز ازی چی میشه؟ باطل میشه، قبول میشه. و اگر بازگپایش تصدیق کرد کافر میشه با آنچه که بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده. امروز شما سعی کنین در این شهر کابل روزانه تنها فالبینا روز 200 نفر کافر میسازه. حتی زنکار آدم یک روز من در قرقه رفتم، اون استاد مسلمی ها راست یعنی می استادای ثقافت هم اونجا رفتن در قرقه، اون مو زنکه آمده بود بتین دستتان که من فال ببینم، یا کت کت خنده میکردن. من گفتم خنده نکنین، زنکه کافر است، براش بگوین دعوتش کنین. آخر گفتم همشیره جان، ای که تو میگی خف دست بت من فال ببینم، گفتم تو چی میبینی؟ تو خودت های غیب کردی، تو خود کافر شدی. حالا تو کافر شدی، خبر داری که کافر شدی؟ گفتم یه کافر میشی، یه دعای علم غیب هست، غیب بغیر از الله کس دیگه نمیفهمه. باید برای زمون زن بیچاره ای که به خاطر درپی کفر میکنه باید برش فامانده شمه. آل بسیاری کسا این مردا و خانم ها رو شما بسیاری رسای کنین دینه میالد او روز مزمی پیش چیز تیر شده مک از امو چوکو طرف که میریم سرک نو که جور شدن اما یک دا 20 تا دکان است که سابق نشته بود تاویز نویسی و فالگیری و ترا بعد از امو کشته شدن فرخنده ای فالبینیا و ترا آل به نام دوای یونانی دکانهایشان است. لکن در داخل دکان که از دور که سیل کنیم، من چه سیل کردم مگر نفهمیدم دور قرار ما تو سیلش میکنم یا از موتر سیل میکنم من باش که چی گپ اینجا. خب اگر تو دوای یونانی میفروشی توشکک و بالشتک و ترا را چرا ماندی؟ او توشک و بالشش برازی است که باز دیدیم زنکه قرار بازو شیشته بازو میگه که شویم مرا لط میکنم شویم سر من زن میگیره چطور میکنن باز اینال نمی فالبین برش صدها کفریات هم میگه و خرموره و فلانی موره و نگه پاره برشان میته و بسیاری وقتها ای از غیب برش خبر میته که همشه جان در خانه تان یک ماه بعد این یک مشکل میه. خب از خانه ما که یک ماه بعد مشکل میه توی دعای علم غیب کرد نکرد و ای تصدیق شام میکنه برش 2-300 پام میته با اینمی 2-300 پی که برازی داد تصدیق کرد اقرار به زبان شد و تصدیق به قلب این کافر میشه. آل ای غم اون دوخو خلال شد که آل غم نصرانی ها شروع شد که نالی کسایی که درخت کریسمس بر از اینا میفروشن، کسایی که بر از اینا تبریکی میتن، کسایی که اینا را تشویق میکنن، کسایی که خودشان محفل میگیرن و بسیاری وقتا در این محفل ها اشتراک میکنن و اونا در این محفل های خود شما وقتی که در کریسمس حداقل انگلیسی میفهمین، انگلیسی میفهمین، همین شعر انگلیسی شو بخون. وقتی که اونا هم چیز میخوانن، نات میخوانن در کلیسا، اما کتاب وقت خود میخوانن در موزیرشان به انگلیسی نوشته میکنن که برش میگن که او عیسی مسیح، او بچه خدا، این خون را که این شراب را که توزیع میکنن مسلمان هم باز میره از اون شراب میخوره، میگه خون عیسی مسیح هست، این گوشت عیسی مسیح هست و کلش کفریات و شرکیات است و متاسفانه میره میکنن و علمای اسلام میگن که الرضا بالکفر کفر. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که از این کفریات خود حفظ بکنیم. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.